سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حالا نمیدونم این ویدیو با سلام الان شروع میشه یا نه، ولی ما داریم از این خونه اسباب کشی میکنیم و اینها هم بمونه به یادگار از این خونه. و امروز رفتم اینا رو خریدم. اینا همه وسایلایی که وقتی که شما از یه خونه ای داریم میرین یه خونه دیگه، اگه بخواین که دیوارش رو رنگ کنید لازم دارید، و از این یکی خونه هم که داریم میرین جای پیچ و نمیدونم اینجور چیزا رو میخواین پر کنید. این چیزیه که من گرفتم به عنوان حالا بتونه، این ماده اصلیه. حالا اینا هم وسایلیه که شما لازم دارید. اینجا سنبادم داره این تیکش. بعد سه مدل چسب گرفتم برای اینکه حالا مثلا میخوام دیوار رو رنگ کنم، اطراف شومینه رو کاور کنم، ماسک کنم، یا مثلا چه میدونم این پریزای برق رو ماسک کنم، حالا هرچی هر کاری که بخوام بکنیم. اینا رو گرفتم جا برای جاهای مختلف، اندازهای مختلف قلموه. و اینا که اینا هم خیلی به درد بخورن، اینجوری اسفنجی هن. بعضی جاها رو با اینا خیلی راحت تر میشه رنگ کرد که اینا هم سایزاشون مختلفه. بعد اینو گرفتم که اگر رنگ چیزی روی سطح سخت مثلا کاشی، سنگ یا هر جایی ریخت، با اینا میتونید تمیز کنید به این حالت، و اینا هم سراشونه بعد از اینکه کند شد. بعد اینو گرفتم که به این حالت که رنگ میکنید، اینم کلشه، اینجوری میره توش، بعد میتونید در بیارید بشورید و دوباره استفاده کنید که چندین بار استفاده میشه. اینا که اینجوری حوله‌ای‌ان جنسشون بهتره. بعد اینو گرفتم، این برای پارکت، این کلش یه جوری مثل مداد شمیه، و وقتی روی پارکت مثلا اینجاها یه چیزی رو میکشید یه خطی میفته، میتونید با این رنگش کنید و دیگه دیده نشه. اینو گرفتم، این پارچه‌ای که روی زمین بندازید و با همین چسبا میتونید بچسبونید دور تا دور زمین که روی زمین رنگ نریزه. یه دونه دیگه از اینا گرفتم باز که سایز کوچیکه و اسفنجیه، با اینا خیلی راحت میشه دیوار رنگ کرد. یه دونه اینو گرفتم که رنگو توش میریزید و به این حالت از غلظتش میگیرید و رنگ میکنید دیوارو. همینا، اینا وسیلاییه که برای رنگ کردن دیوار گرفتم، و سه رنگ مختلفم گرفتم، حالا تو یکی خونه بهتون نشون میدم. و اینجا دیگه شروع کردم، واقعا استارت جبه با جمع کردن رو زدم. روز بعدش که میشد جمعه، ما رفتیم امضاهامون رو زدیم. یه مهمون کوچولو هم داشتیم برای آخر هفته که اومده بود به من کمک کنه برای جمع کردن جبه ها. یه جشن کوچولو گرفتیم، بعد همسرم یه کار داشت رفت اونو انجام بده. منو این دوست قشنگ و مهربونم، اسمش کنانه، با هم رفتیم که ماشین رو پارک کنیم و بریم بالا. سن گودوخسان، سن نمنسن، سن نمنسن گودوخسان. اینجا هم کنان ترسیده بود، فکر کرده بود قراره بمونه توی ماشین، که دید که نه میارمش بالا و اومد. یکم تو خونه گشتیم، رفتیم بیرون یکم گشتیم و برگشتیم خونه. من شروع کردم وسیله رو جمع کنم، اونم رفت یه جایی پیدا کنه که از سر و صدای من در امان باشه. رفت یه طرف سرشو گذاشت و خوابید. واقعا وسط اسباب کشی آدم یک لحظه جنون میاد بهش که اینا رو کی میخواد جمع کنه. تازه این خونه ما خیلی کوچولو بود، تقریبا نزدیک 50 متر بود، شاید یه کوچولو کمتر از 50 متر باشه، و از توش انقدر وسیله در اومد، انقدر وسیله در اومد. یکیش به خاطر این بود که من یه چند تا کار رو با هم انجام میدم، هم کارهای هنری میکنم، هم خب کارهای خودمه، هم کتاب خیلی دوست دارم و کارای دستی دوست دارم، به خاطر همین خیلی وسیله بود. وسایل گلوگیا هم و اینا.
بعد دیگه دیدم این خونه رو که من الان همه چیز ریخته وسط و کثیف شده، بعدش هم این قرار رو تمیز بکنم و تحویل بدم. گفتم چه بهتر من به گلوگیه هم همینجا برسم و حالا هرچی خاک و اینا میخواد بریزه بریزه، از وسط جمع شه و دیگه واسه خونه جدید نمونه. به خاطر همین نشستم همه این گلارم مرتب کردم. بچه اینو میبینید، توی این یک مقداری از اونو گذاشته بودم، ریشه انداخته بود، الان کاشتمش که خوشگل شد. اینا خیلی راحت تکثیرشون، همه اینا هم خیلی راحتن تکثیرشون. این بنفشه، این گل دورنگه، اینا خیلی راحت تکثیرشون. ببینید همه رو گذاشتم این تو، کلی ریشه زدن، یه دونم اینجا گذاشتم. ببینید توی این کلی ریشه زده اینا همشون. الان اینا رو هم میخوام بکارم. یعنی توی اسباب کشی کسی هست مثل من که کارهای سوا هم قاطیش کنه دیگه، خستگیش بیشتر بشه. ولی اینا رو نمیخوام ببرم خونه جدید، گفتم همینجا ترتیبشون رو بدم. داشتم جعبه جمع میکردم بار، بعد دیدم یکی داره از اونجا از توی پنجره منو نگاه میکنه، که یعنی پاشو دیگه، وقت خوابه دیگه. منم رفتم، اونم زیر تخت با من خوابید تا صبح که بیدار بشیم. صبح روز شنبه. اینا دیروز درست کردم، بعد اونو خاکشو عوض کردم، اونم دیروز درست کردم، اینم باید خاکش عوض شه. حالا امروز وقت کنم اینا باید خاکشون عوض شه، باید آب ریختم واسهشون، باید خشک باشن وقتی میخوام خاکشون عوض شه. خاک اینو عوض کردم، اینم دیروز درست کردم و اونم خودم دیروز درست کردم. حالشون خوبه و این فقط یه دونه برگ زرد داره، ولی برگ زردش هم سفته، اونجوری نیستش که بیفته. همسرم رفت یه سری کار داشت که تا ظهر گفت برمیگردم. منو کنان پا شدیم، رفتیم پیاده روی کردیم کلی،
بعد با دوستام صحبت کردم، هوا آفتابی قشنگ بود، الان دارم صابونه درست میکنم. هنوز داریم وسیله‌هاش بسکونه رو استفاده میکنیم، به خاطر اون یک چند تا مثلا دو تا لیوان، دو تا بشقاب، یه چند تا کارد و چنگال نگه داشتیم که همچنان توی خونه آشپزی کنیم. من و همسرم زیاد اهل غذا خوردن از بیرون نیستیم در طول هفته، ولی آخر هفته مثلا میخوریم. به خاطر همین بدنمون عادت داره که غذای خونگی بخوره. اینجا دیگه دارم شام نهار رو درست میکنم، کنانم داره منتظره که غذای اونو بدم، همسرم اومد، دیگه کارهای خونه رو بکنیم که دیگه جعبه های نهایی رو درست کنیم که من از فرداش که دوشنبه هم باز از سر کار برمیگردم و یک مقداری وسیله جمع میکنم که دیگه از سه شنبه وسیله رو تیکه تیکه ببریم که آخر هفته اسباب کشی نهایی داریم. با کنان رفتیم بیرون یکم گشتیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما کلیدو گرفتیم، امروز سه‌شنبه است. صبح همسرم رفته کلیدو که گرفته، یه سری هم وسایلی که من جمع کرده بودم و برده، یه سری رو الان من دارم میبرم. از جمعه شنبه یک شنبه کلن جعبه جمع کردم، البته دیروز هم یکم جمع کردم که دوشنبه بود. امروز دیگه اینا و توی صندوق عقب هم کلی وسایل داریم دارم میبرم. میخوام حالا اونجا نشونتون بدم، سه تا از دیوارا رو رنگ کنم، سه قسمت رو. حالا ببینیم امروز چقدر میتونم، اصلا شروع میتونم بکنم یا فقط میتونم پلاستیکاشو بزنم. الان فکر کنم یه 30 دقیقه راه دارم تازه برسم و دیگه سر کار که اومدم خودم در حالت عادی خستم، ولی دیگه کارش نمیشه کرد چون این باید رنگه تموم شه که شنبه اسباب کشی داریم و دیگه کل وسایل میره. بریم خونه جدید رو بهتون نشون بدم خالیشو. و یه سری هم حالا وسایل شولنده آوردم که ماشین ظرفشویی رو، ماشین لباسشویی رو و توی سینک‌ها، توی توالت‌ها، مثلا ظرفشویی‌ها، دستشویی‌ها رو مواد بریزم. یه بارم خودم بشورم. در حالت عادی تمیزن همشون. خودشون تمیزن، یعنی تمیز کردن دادم بهمون، ولی یه بارم دیگه باید تمیز شه دیگه. توی وان و اینا رو همه رو مواد بریزم. فعلا من 30 دقیقه راه دارم، یکم موزیک گوش می‌کنم تا برسم. موزیک خاموش کنم، فقط این یادم افتاد گفتم بهتون بگم که اسباب کشی خره. در هر حالت خره، خرم نیست. اسباب کشی یکی از سخت ترین کارهای دنیاست، یعنی حتی اگه خونت کوچولوترین خونه هم باشه اسباب کشی سخته، قصرم باشه که دیگه سخت تره، کمک داشته باشی هم سخته، بدون کمک هم سخته، همه جوره سخت اسباب کشی. امیدوارم که زودتر جا بیفتیم و وسایل رو همه رو سر جاش بذاریم، چون من وقتی که یه چیزی سر جاش نباشه خیلی عجیب اعصابم خرد میشه و به خاطر همینه که من خیلی همیشه خسته میشم توی اسباب کشی، چون میخوام سریعتر به اون نظم اولیم برسم که به آرامش برسم. به خاطر همینم 5 روز قبل از اسباب کشی دارم هی تیکه تیکه وسیله‌ها رو میبرم که از این سختی یکم کم بشه. هیجان زیادی دارم، دلم برای این خونه نقلی که توش زندگی میکردیم تنگ میشه. هوا هم اینقدر بارونیه امروز، نمیدونم شما میبینید یا نه، الان دوربین رو برمیگردونم یکم ببینید. و خیلی دوباره سرد شده، اصلا امسال زمستون نمیخواد بره واقعا. البته برای من الان فرق نمیکنه زمستون یا تابستون، ولی وقتی که آفتاب در میاد آدم خوب انرژیش طبیعتا هم بیشتره. از خونه، البته که من قبلش اومدم و درو باز کردم، وسیله ها رو گذاشتم، بعد دوباره درو بستم که با شما باز کنم که خونه رو ببینید. همین که میایین تو، اینجاش بس خونه شه.
چراغ رو هم روشن کنیم. اینجا خونه ها با همین وسایل برقی فروش میرن یا کرایه میدنشون، که شامل یخچال و گاز و حالا ماکروویو بستگی به خونش داره، ماشین ظرفشویی باز بستگی به خونش داره و خوشکن و لباسشویی هم تو اتاق خوابه. اینجاست که یه کمد اینجا داریم، حالا من باز نمی کنم بعدن نشونتم. اینجا پذیراییشه، اینا هم لباسهای منه، به علت کمبود چمدان گذاشتمشون اونجا. اینجا تا خوابمونه، اونجا بالکنه، یه بالکن نقلی کوچولو داره که البته برای بالکن اینجا زیاد کوچولو نیست، خوبه، ولی خب در کل کوچولو. اینجا هم دستشویشه، اینجا کمدشه، یه کمد خیلی بزرگ اینجا داره. اینم از ماشین لباسشویی و خوشکنش، مثل خونه قبلی. اینجا هم حمومشه، وانشه دیگه. یکم پنجره رو میخوام باز کنم، یه بوی خاصی میاد از خونه، بوی مثلا سرکه، یه همچین بوی داره میاد. بعد منظرش خیلی خوشگله، اونجا هم دریاست. اگه ببینید اونجا دریاست، از توی بالکن بهتر دیده میشه. اینجا هم حیاته و اونم که اینم یکی از متروهایی که اینجا رد میره، البته بهش میگن از این مترایی که روی زمین میره، زیر زمینم میره، روی زمینم میره. ببخشید از خستگی نمیتونم حرف بزنم. اینجا هم این یکی اتاقشه، اینم یک کمد دیگه، اینم یه دستشوی دیگه است. الان اینا باید شسته بشن قشنگ و من قراره این دیوار رو با این دیوار رو رنگ کنم. یه اتفاق بدی که افتاد اینه که من بتونه یادم رفت و خیلی اعصابم خورد شد، چون بعضی جاها باید بتونه زده بشه بعد رنگ بشه، ولی خب میتونم پلاستیک روی زمین رو بچسبونم، کناره ها رو بچسبونم و اون خودش کلی زمان میبره. فردا بیارم که درستش کنم و اینکه یکم مواد اینا بزنم به دستشویی و ماشین لباسشویی و اینجور چیزا. خب بذارین الان یه دونه آپدیتتون کنم، این آهنگ تا تعلیف نخور به خاموشش کنم. من اینجا رو پلاستیک دادم ولی یه مقدار دیگه هم میخواد و این پریزا رو همه رو با چسب کاغذی به این حالت تمیز چیزش کردم، کاملا ماسکش کردم. میبینید اینجا ها رو، اینا خیلی مهمه وقتی میخوایم خونه رو رنگ کنی، یعنی یه بار من نزدم و خیلی اذیت شدم اینا رو تمیز کنم. این قسمت خیلی وقت بره چون باید خیلی ظریف بچسبونید که بینش سفید نمونه وقتی رنگ میکنید، قشنگ با ناخونتون بچسبونید تو. ولی بعد از این که رنگ کردن تمشو اینا رو در میارید خیلی راحته. بعد اطراف دیوارم اینجارم قشنگ زدم و چسبوندم، نایلونم چسبوندم به این. الان این دوتارم انجام میدم ولی برای اینجا دیگه پلاستیک ندارم تا جایی که میدونم. بعد سنباده دارم، اینا رو سنباده میزنم ولی بتونه که مونده تو خونه فردا میارم و بتونه کاریش میکنم. این قسمت هم میخواد بتونه میخواد. بعد توی اینجا چراغاش باید حتما بخریم، 4 تا اینجا هالوژن نداره، 3 تا اونجا. و توی فر اسپری چربی زودا زدم، این فعلا بمونه. اینجاها رو در آوردم گوشم این تو. بعد ماشین ظرفشویی رو با جوش شیرین گذاشتم که کاملا تمیز شه روی درجه آخرش. ماشین لباسشویی رو به همچنین از این بیکینگ سودا از این زدم و الان میخوام اینا رو بکنم و اونجا رو. اینجا هم یه دونه انداختم ولی اینم خیلی کوچیک اومد، باید از این بگیرم، این بهتره.
فاطمه میخوام یه چیزی بر حسب تجربه و نگاه کردن ویدیو یاد گرفتم. ببین الان من این چسبه رو اینجا رو قشنگ صفر با اینجا زدم دیگه، اینجا قرار رنگ شه. برای اینکه این نایلون رو بچسبونم انقدر چسبو بیرون میذارم مثل اون طرف، بعد نایلون رو میچسبونم اینجا که دیگه اصلا هیچ رنگی هیچ جا ریخته نمیشه. بعد شما فقط یه چسب مصرف میکنید برای هر دوتاش. ببینید اینجا هم این کارو کردم دیگه، یه بار اینجا رو ماسک نمیکنید دوباره بیاین از پایین نایلون رو چسبونید، خیلی راحت میشه. من این دیوارم، این اتاق، این دیوار رو، این دوتا، این ستا رو و این قسمت رو باز به همون ترتیب انجام بدم. البته اینجا نه، فقط این تیکه انجام بدم و بیام. اینم الان به همون روشی که بهتون گفتم، شاید این آبی بهتر ببینید چجوری میگم. الان ببینید اینجا رو چسبوندم به این کامل، دیگه اصلا اینجا رنگ نمیریزه رو زمین، فقط اون تیکش موندونم باید مواظب باشم. این دیوار کاملا آماده دیگه رنگ کردنه، دیگه فردا که اومدم اینو شروع میکنم رنگ کنم. من یه کوچولو اینجا رو تمیز کردم، اینو بعد دو سه بار دیگه هم تمیز شالا در حد تمیزی هست، ولی باید تو نور صبح ببینم چون نورش کمه اینجا نمیبینم. بعد اینجا مواد زدم مونده نمیشه، اینجا رو هم کامل اینا رو شستم، اینجا ها رو شستم و این کلش وا شده بود ریخته بود، دو ساعت اونجا رو تمیز کردم، همه چی خیس شد و فعلا قیافه خودم هم که حالا اون موقع اون شکلی بود الان ببین در چه وضعیت. اینجا رو همین شکلی میذارم، فقط در و پنجره رو میبندم و میرم. ساعت 10 شبه. اینجا رو هم ببند.